و گفته میشه که اینمی موتورایی را که در تصویر میبینین جوایز است. ای که با کیها میرسه بهترین مدال هم در این نمایشات و در این مسابقات هم این تیم الف کرکت افغانستان بود که یعنی ورزشکار ما قهرمان ما هم در موتور که تازه به دستشان رسید. دوستای عزیز از این برادر ما موتورسایکل پیشتر بسیار به شکل خطرناک خطا خورد. جور خواستی مجلس که شاته 15 موتورونه ولار دی چې د همدغه اتل لوبغاړو د پاره انتخاب سوی دی چې څو شپې ورسته به دوی دغه خپلې ډالۍ او د خپل انعامات ترلاسه کوي. پیامتون بر ورزشکارایی که یکی سی چه از افغانستان رفتن متاسفانه قهرمانان ما بودن چی است و شما چی اطمینان برشان میدید؟ جوایز مدال هایشان چی بوده؟ مدال هایشان نقره و برنز است البته و وایداز به کلگی و بر اونا یک توفه بسیار بزرگ هم است که بعد شما مشاهده میگنو که چی خواهد بود. در این عرصه هر امکاناتی که داشته باشد برای حمایه شما انشاءالله ما از او دریغ نمیکنیم. سلام و عرض ادب خدمت تک تک شما بیندای عزیز، با امید صحتمندی همه شما دوستای عزیز به سلسله گزارشات امروز آمدیم بر ریاست المپیک کشور و قرار است در اینجا یک برنامه با شکوهی به خاطر تقدیر از ورزشکاران که مدال آوردن از مسابقات آسیایی اینجا برگزار شود و گفته میشه که اینمی موتورایی را که در تصویر میبینین جوایز است. ای که با کیها میرسه، با کدام تیم ها میرسه و کدام ورزشکاران ما امروز این جوایز را به دست میارن تا آخر گزارش با ما همراه باشین و در این برنامه مقامات امارت اسلامی افغانستان، معاون اداری ریاست الوزراء و همچنین رئیس المپیک کشور و بزرگوارای دیگه هم آمدن و طرف دیگه هم ورزشکارا از تمام بخش های المپیک هم اشتراک کردن، نمایش های مقبول می داشته باشن، حرکت های جالب می داشته باشن. تا آخر گزارش با ما همراه باشین، واقعا گزارش جالب مهیا خواهد. غزنوی صاحب از چگونگی برگزاری برنامه بر ما بگم، همچنین تیم تشریفات چگونه وارد میدان میشه و همچنین از کی ها تقدیر میشون روز؟ بسم الله الرحمن الرحیم، هم رشید غزنوی هستم، مؤسس فدراسیون فریزبی افغانستان. طور که شما مشاهده میکنین پنج فدراسیون ما که از مسابقات آسیایی مدال آوردن اونا تشویق تقدیر میشن و برنامه تنظیم است مطابق مولیسی که قبلا ترتیب تنظیم شده داخل میدان و از پیشوی بزرگوار جیتر میشن. بسیار خوب، از هر بخش یک تیم از دیگه؟ بله بله، از تمام ورز فدراسیون ها نیست، نمو فدراسیون هایی که مشخص شدن و مدال آوردن از امو هستن. گرچه فدراسیون های ما خوزیات از 52 فدراسیون رسمی داریم و 12 فدراسیون المپیکی هم داریم که میجا فعلا حضور اونا نداره. همین فدراسیون هایی که شما مشاهده میکنین این فدراسیون هست که یک عضو از فدراسیون یا یک ورزشکارش که در مسابقات آسیایی مدال آوردن اونا میجا هستن. امروز چند ورزشکار ما مدال آوردن و بر افتخار ورزیدن بر افغانستان؟ پنج ورزشکار ما مدال آوردن که بهترین افتخار به این سرزمین کسب کردن که اونا جوایز مدال هایشان چی بودن؟ مدال هایشان نقره و برنز است البته و وایداز به کلگی و بر اونا یک توفه بسیار بزرگ هم است که بعد شما مشاهده میکنید که چی خواهد بود. این سرپرایز باشه، اگرچه ما اول گفتم بر مردم که یک موتر در نظر گرفته کار نکردین بتانیم که ورزشکار از این تشویق شدن. این موترها آیا به هزینه شخصی کسی است یا نه از طرف خودم این کمیته است؟ از طرف کمیته است. هم شروع برنامه و ورزشکاران ما یک و یک از پیش روی لوژ میگذرن و از پیش روی مقامات امارت اسلامی افغانستان گذشت. جناب افسر زازای به نمایندگی از تیم الف کرکت افغانستان هم اشتراک کردن و مدال نقره را هم به دست آوردن و همچنان تیم کراش ما، تیم تکواندوی ما، تیم ووشوی ما.
تحایف داده میشه که فعلا میبینید تیم کرکت افغانستان مدال نقره گرفته و بهترین مدال هم در این نمایشات و در این مسابقات هم این تیم الف کرکت افغانستان بود که دوستای عزیز در کنار ما نماینده کرکت افغانستان است افسر زازه یکی از شخصیت هایی که بدون شک زیاد علاقمند داره در افغانستان السلام علیکم تبریک باشه برتون مدال نقره وعلیکم السلام مننه خوشحال هستم بخیر سلامت باشین در رابطه با تیم الف بگوین که تیم الف چند مسابقه کردن و در نتیجهش باز ای جوایز به دست آوردن مونږ په سیاسی المپیک لوبو کې درې لوبې وکړې چون ټیمونه غزیاتو خو مونږ په آی سی سی رینکینګ کې جیګونو دغه دی وجه مونږ کوم ضعیف ټیمونه چې واغوی سره لوبې ونکړي نو مونږ مستقیما کوارټر فائنل ته کوالیفای کړو چې کوارټر فائنل کې مونږ د سریلانکا هیواد ته ماتې ورکړه سیم فائنل ته لاړو او په سیم فائنل کې مو د پاکستان لوبډلې ته ماتې ورکړه چې فائنل ته لاړو او فائنل متاسفانه د باران د وجې نیمه لوبه وشوه او نیمه ونه شوه نو دې د وجې چون د هند په آی سی سی رینکینګ کې درجه بندي کې مقام لوړ و د هغې د وجې هغوی ته د سرو زرو مډال ورکړل شو او مونږ ته د سپینو زرو مډال بدون شک هغه باران نمیشد اما گپ شهزاد محمدی گفت مدال طلا را می آوردیم بالکل آقا میدانون پیچونه چی و دی بالینگ دی پارا جوڑو نو منگا دی باران پا دوران که دی هین لبغارو سر گپ شپ لگو نو آقوی هم داویلی چی کچیر تا لوبا ټوله شوی وای نو کېدی شي وای مونږ هم په ډار کې وو چې تاسو ګټلی او ځکه چې رنځونه وای خراب ښه رنځونه بد رنځونه نو بدون شک بخیر سلامت باشین تبریکتان میگیم شکر دوستای عزیز این هم مدال که اول یگانه مدال با اعتبار که فعلا دمی نمایشاتی که امروز برگزار شده بود و همچنین تقدیری که میشه این مدال نقره است که تیم کرکت الف افغانستان به دست آورده تشکر سلامت باشه قربان زحمت کشیده بودین تا این مدال شما به دست آوردین والا ما همیشه زحمت میکشیم این بار اول نیست که زحمت میکشیم و الحمدلله بار اول است که تشویق شده بله بار اول است که ما از طرف اداره تربیت بدیم المپیک تشویق شده بدون شک چقدر واقعا تشویق توسط مقامات شما را روحیه میته به خاطر مسابقات آینده تا خب طبعا یک این واضح است که ما وقتی که از اداره ورزش از سکتور خصوصی تشویق میشیم انگیزه ما دوچند و چهارچند میشه که بتونیم به مدالای خود افزایش بدیم و دیگه ورزشکاران هم همچو برنامه را که میبینن واقعا خوشحال میشن و امیدوار میشن با اینده که اونا هم صاحب هم چه مدال شدن چند مسابقه انجام دادید چند نانیش بردید ما سه مسابقه انجام دادم دو مسابقه بردم و مسابقه آخر را واگذار کردم بیا خیر باشه انشالله که روز برسه که مدال طلا را پیش شما ببینیم و دوستای عزیز شما میبینید که هم تحفه‌ای که در نظر گرفته شده اجازه است این هم نمیدانم که اسنادش احتمالا باشه و هم کلیموتر با تمام تحایف دیگی که در نظر گرفته شده با اسناد و جوار سایر رو نمیدانم مسئله دیگی براتون تبریک میگم امیدوار هستم که به شکل امو هدفی که داشتیم با هدفتان برسیم و روز برسه که ما در عین برنامه بیاییم مدال طلا دگر در پنامیزان باشیم بخیر باشیم قربان سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته شکر خدا خدا را شکر است بخیر سلامت باشیم چون این برنامه ای را که میبینید چی روحیه برای خود دارید ماشاءالله ما خو اول خدا معرفی بکنم که لله الحمد که امروز بالاترین اما جوایزی را که میگیره فدراسیون خود ماست که ما معاون مالی
و اداری فدراسیون وشو هستم. ماشاءالله با خیر سلامت باشی. واقعیت که یک روز بسیار فرفته و بسیار دیگه روزی است که از خوشی جای خوشی است، از خوشی ما دیگه زمان ما خوش شده رو نیست که چی بگیم دیگه. انشاءالله العزیز ما جوان ها را تشویق میکنیم، همیشه همراهشان هم کار هستیم تا بتوانیم که ما مدال های طلا را هم انشاءالله در آینده ها در المپیک کشور چنین تشویق شده بود. نخیر بار اول از زحماتی را که سطح رهبری کشیدن ماشاءالله دی 3-4 ماه یا 5 ماهی که شد زحمات کشیدن، لله الحمد که تمام رهبری دیگه اینجا تشریف دارن، آمدن به خاطر تشویق و به خاطر سطح بالا بردن سطح ورزش اینجا تشریف آوردین. ما بسیار تشکری میکنیم از تشکر از شما. بخیر سلامت باشید. واقعا جای افتخار است که جوانای افغانستان امروز مفاخیر افغانستان را جلب افغانستان میکنه و این به همه افغانستان به جوانای افتخار است. چقدر واقعا چنین برنامه های باعث از این میشه که نظر شما که ورزشکارا تشویق شود تا آینده دستاوردهای زیاد داشته باشند؟ واقعا امروز فضایی که در افغانستان فضای امنیت است الحمدلله، این همیش برکت امنیت است که ما شما میبینیم در سرتاسر افغانستان، چی در مرکز چی در ولایت، حتی ما شاهد مسابقه هایی هستیم که به سطح ولسوالی ها میشه. همین خودش بیانگر از این است که برنامه توسعه ورزش افغانستان از مرکز به ولایت، از ولایت به ولسوالی ها توسعه پیدا کرده و در سای مختلفی شاهد هستیم که ورزش های رزمی مسابقات به سطح آسیا و جهان را مردم افغانستان جوان ها جلب میکنه و اینجا افتخار است و امیدوار هستم که امی روان دیگر هم پیش ببره و امنیت بهتر باشه انشالله و جوانای ما شما بتونه بیشتر افتخارات را جلب افغانستان کنه. پیامتون بر ورزشکارایی که یکی سیچ از افغانستان رفتن متاسفانه قهرمانان ما بودن چی است و شما چی اطمینان برشان میدید؟ پیام ما است که مرز اسلامی افغانستان همیشه متحد است که جوانای خود را تشویق کنه، حمایه کنه در همه عرصه ها، خاصتا در بخش ورزش، چون امنیت سرتاسری تامین است، جوان ها حقوقشان تامین است. در هر عرصه که هر کسی بکنه فساد الحمدلله نیست، هر کسی که توانمندی داشته باشه طبق همو توانمندیشان میتونه که افتخارات برای مردم افغانستان جلب کنه. خواهش میکنم که بیان، وطن ما است افتخار. ما تنها کسی که برای وطن خود افتخار جلب میکنیم خود ما شما خواهیم بود. وطن را خودمون آباد میکنیم و خوشحال میسازیم انشاءالله. تشکر، سلامت باشید. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. براتون تبریک میگم این توفیتان و همچنان قهرمانیتان. سلامت، تشکر. در کدام بخش شما توانستین که این مدال زیبا و مقبول به دست بیارین؟ این مدال کورش کسب کردیم آوردم. چقدر وقت زحمت کشیده بودی؟ چقدر وقت محنت کردی تا اینکه این مدال به دست بیارید؟ 10 سال میشد که زحمت میکشیدیم. 10 سال میشد کشت میگیریم. 10 سال میشد. بدون شک همین زحماتتان بود که در نتیجهش همین مدال به دست آوردین و همچنان بر هموطنای ما و با ورزشکارای دیگه ما چی پیام دارین؟ چی گفتنی دارین؟ پیام همی است که زیادتر کوشش کنه، حمایت شوه، مدال طلا نقره را کسب کنه به افغانستان، ورزشکارا حمایت شوه. چون این تشویقا چقدر میتونه باعث از این شوه که شما دستاوردهایتان زیاد شوه و ورزشکارای دیگه هم تشویق شوه بیاین در مسابقه اشتراک کنه و بر افغانستان هم مدال به دست بیاره و سرانجام تحایف هم نصیبشون بشه. زیادتر کوشش کنه، کارهای خراب چی نکنه، ورزش ادامه بتخوا. برای اولین بار است شما در چنین مسابقات مدال به دست میارید و از طرف حکومت هم تشویق میشید. قبلا چنین برنامه‌ای وجود داشت یا خیر؟ وجود داشتیم، از اولم مدال خواهردیم، اولین بار ما بود که مشترک کسب کردیم. چند حریفتان به زمین کوباندین و سرانجام مدال به دست آوردین؟ ما 2 حریف کوباندیم. از کدام کشورها بودند؟
یک هند بود و کویت بود. هند و کویت. امیدوارم هم روز برسه که از ایام دستاورد زیاد داشته باشیم. بخیر سلامت تبریک براتون میگم. بخیر تشکر. شاید بالاهای ورزشکاران و قهرمانانی که برای افغانستان افتخار آفریدند، مدال‌های مختلف را در ورزش‌های مختلف به دست آوردند. امروز جای افتخار برای همه ملت افغانستان است. ما این پیروزی را اولا برای ورزشکاران عزیز، برای فامیلایشان و برای همه ورزشکاران افغانستان و برای اداره تربیت بدنی و المپیک و به همه ملت افغانستان تبریک میگویم. و در آینده هم ما امیدوار هستیم که انشاءالله در عرصه های مختلف جوانان افغانستان بدرخشند و امتیازات را به دست بیارند. جوانان عزیز، شما با داشتن اقدار اسلامی خود میتونین در عرصه های مختلف بدرخشید و به هر نوع ورزش و کمالاتی که برای صحت شما مفید است برای افغانستان افتخار می آفرینین. برای ما انشاءالله و برای همه ملت افغانستان هیچ مشکلی ندارد. ما در هر عرصه انشاءالله شما را حمایت میکنیم. صرف امی اندازه ضرورت است که شما به حیث یک جوان مسلمان اقدار اسلامی خود را هم داشته باشین و در عین حال در عرصه های مختلف همراه دیگرها رقابت بکنی و از دیگرها پیشروی داشته باشی و از دیگران امتیاز داشته باشی. برای افغانستان، برای خودتان، برای ملت افغانستان، برای ورزش افغانستان امتیازات کسب بکنی. انشاءالله امارت اسلامی افغانستان در این عرصه هر امکاناتی که داشته باشد برای حمایه شما انشاءالله ما از او دریغ نمی کنیم. هر سهولتی که ما در هر امکاناتی که به دست داشته باشیم انشاءالله شما را حمایت میکنیم و در مسابقه ها در کشورهای مختلف همراه تیم های مختلف شما خود در عرصه های خود اکمال کنین و امروز اگر برونز آوردین مرتبه دیگر بخیر، مدال نقره یا مدال های طلا را به دست بیارین بخیر. چه د چین په کوربتوب باندې د آسیا په المپیکی لوبو کې د افغانستان نږدې سل ورزشکارانو برخه اخیستې وه، چې هلته د 45 هیوادونو ورزشکارانو ګډون کړی و. په دغو 45 هیوادونو چې په زرګونو ورزشکاران راغلي وو، په دغه زرګونو ورزشکارانو څخه د افغانستان اتلو او تکړه ورزشکارانو چې په مختلفو رشتو کې برخه درلوده 15 مهم مډالونه ترلاسه کړل. دغه 15 مهم مډالونه د افغانستان د ورزش په تاریخ کې لومړی ځل ده چې د افغانستان ورزشکاران له نړیوالو المپیکي لوبو څخه چې ډیر خورا زیات اهمیت لري له دغه څخه 15 مډاله ترلاسه کوي. پخوا د افغانستان
د ورزش په تاریخ کې افغانستان 15 مډال نه درلودل چې لنړیوال اولمپیکي لوبو څخه جرا وړي وي لنور مختلف لوبو څخه مډالونه ترلاسه کړي دي حتی طلا هم لرو د طلا مډال هم افغان ورزشکاران لري خو له د اولمپیک لنړیوال لوبو څخه 15 مهم مډالونه موږ تر اوسه پرې نه و ترلاسه کړي نو دا یو ډیر مهم رویداد وو او مهمه لاسته راوړنه وه مرسکل دغه ورزشکاران راتلل د دوی د پارم د مانوي تقدیر د پارم دلته غونډې نیولې وې د دوی غاړو ته مهارونه ورواچول په سلګونو کسان د دوی د استقبال دپاره مخې ته ورغلل په هغه ورځ باندې موږ همدغه وعده کړې وه چې موږ به دغه خپل اتل ورزشکاران په مادي تقدیر باندې هم نازوو لله الحمد هغه ورځ راورسېده د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزراء د عالی مقام لخوا څخه د هغوی د خصوصي توجه په وجه باندې زموږ ورزشکاران دا دی ونازول شول تاسو وینئ په دې مجلس کې شاته 15 موټرونه ولاړ دي چې د همدغو اتلو لوبغاړو دپاره انتخاب شوي دي چې څو شېبې وروسته به دوی دغه خپلې ډالۍ او دا خپل انعامات ترلاسه کوي قدرمنو حاضرینو الحمدلله د ورزش په برخه کې د اسلامي امارت لرا ته غوړسته د پام وړ لاسته راوړنې لرو ورزش پرمختګ کړی ده تر ما مخکې دلته رئیس صاحبان و محترم انجینر محمد نظر محمد مطمئن صاحب محترم مولوی عبدالودود حقانی صاحب هغوی په خپله برخه کې دلته ډیر د پام وړ کارونه یې وکړل ورزش یې هماګانی کوي ورزش یې له مرکزونو څخه له ولایاتو څخه ولسوالیو ته وغځاو اوس الحمدلله موږ د افغانستان په هره برخه کې د ورزش څانګې لرو تاسو د معلوماتو دپاره به ووایئ چې موږ په افغانستان کې نږدې 14 لکه ورزشکاران رجسټر لرو چې له موږ سره رجسټر دي الحمدلله دا ډیره زیاته برخه ده موږ د دې تر څنګ چې دوی ته د ورزش په برخه کې سهولتونه اماده کړو دوی د ورزش په برخه کې ابتکارات ترلاسه کړي د دوی دپاره دعوتي او اصلاحي برنامې هم لرو چې د دوی عقیدوي او اصلاحي روزنه هم وسي دوستای عزیز از این برادر ما موتورسیکل پیشتر بسیار به شکل خطرناک خطا خورد جور خواستی برادر ان شاء الله برابر است ما ان شاء الله هیچ مشکلی نیست چی مشکل بود که تو یک بارگی پیش شد تخته خورد است تخته پرش خورد از موتورسیکل قوی است اون موتورسیکل برای تخته پرش 30 40 متر در طول و 20 متر در ارتفاع یا 50 متر در ارتفاع ساخته شده برای عزیز بسیار ضعیف است یک ریسک دادم دیدم خطا خورد دیگه نمیشه نه ان شاء الله تشکر خدا که خبرش در رابطه با این بگو که این تیم به این شکل نمایشات داشتن چه وقت آمادگی گرفته بودن و همچنان بسیاری از هموطنان علاقه دارن کسایی که تمرین ندار باشه چی گفتنی داری بخیر باشین
سلام و احترامات خود برای کلگی ورزش دوستا و بالخصوص افغانستانی های عزیز تقدیم میکنم از راه دور. برای ایراتی های ما از راه دورتر کابلی ها و دوستای دیگه از اینجا تمرینات داریم و احتمالاً و نسبت به اینکه موضوع چیز گفتین وقت و زمان ما رفته تمرین داریم. یعنی ورزشکار ما قهرمان ما هم در موتر که تازه به دستشان رسید نشستن. سلام علیکم، تبریک بر سلام علیکم. تشکر به دست شما، خوب بخیر هستید، خوب سلامت باشین. در کدام بخش قهرمانی شما به دست آوردین؟ این خو از ما به نمایندگی از او قهرمانی که ایرشته تکواندو است به نمایندگی از او موتر تسلیم شدیم. فعلا امودم در چین به سر میبره که مسابقات کسب سمی المپیک است، رفته اونجا 5 روز بعد انشالله که رویداد مهم بسیار زیاد پیشری داریم که کسب سمی المپیک به شان پاری چیز پاریس 2004 پاریس. آیا افغانستان کدام نماینده خواهد داشت در مسابقه؟ توکل به خدا دو نفر رفته، انشالله که اونا بتونن که کسب سمی کنن. کدام مسابقه انجام دادن تا بال؟ تمرینات مشترک دارن. چون این تشویقات چقدر باعث ازی خواهد شد که دستاوردهشون زیاد شود از ورزشکارای ما؟ بسیار زیاد. اگر این تشویقا باشه تنها دولت نه، یعنی تجارای ملی ما و بین المللی ما بتونن که تشویق کنن ورزشکارای ما را، ان شاء الله که ما دستاوردهای بسیار بالاتر می‌داشیم در تمام رشته ها. بر قهرمان ما هم تبریک، بر شما هم تبریک، بر فامیل شما هم تبریک. بخیر، سلامت باشید، قربان تا. دوستای عزیز، آیسای سرستین با آخر گزارش ای بود برنامه از کمیته ملی المپیک افغانستان و قهرمانانی که دستاورد داشتن، دستاویز داشتن و سرانجام از طرف کمیته ملی المپیک افغانستان هم تشویق شد. دوستای عزیز، ای بود گزارش امروزی. تا گزارش های بعدی که بنده غلام صادق فقیری با جمعی از همکارانم در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، شما را به خداوند لایعظم امانت میگذاریم. وقت خوش، ایام برکاتتون.